ایسی آب چیست؟ چقدر در طول عمر دستگاه اسپرسو ساز شما تأثیر داره؟ با هم ببینیم. ابتدا آب لوله کشی یا همون آب شرب شهری رو با هم چک کنیم. دستگاه ایسی متر رو روشن می‌کنیم. درش رو برمی‌داریم و داخل آب تا حدی که نشانگر داره وارد می‌کنیم. ببینید عدد 269 رو 270 رو ثبت کردیم. برای آب شهری عدد 270 رو ثبت کردیم. حالا بریم آب جوشیده سرد شده رو با هم چک کنیم. عدد 203 رو ثبت کردیم. عدد 203 برای آب جوشیده سرد شده. حالا آب جوشیده سرد شده استراحت کرده، یعنی دقیقاً همون آبی که داخل سماور یا کتری روی گازی میمونه و با فرصت سرد میشه. عدد 172 رو ثبت کردیم. عدد 172 برای آب جوشیده سرد شده استراحت کرده. حالا نوبت چند تا آب معدنی توی بازاره که مرسومه و برندهاش مشخصن. ما برندها رو نشون نمیدیم برای اینکه اصلا قرار نیست با برند کار داشته باشیم. میخواییم ببینیم چه اتفاقی میفته. آب معدنی شماره 1 عدد 73 رو ثبت کردیم. شماره 2 112 221. آب معدنی شماره 1 73، شماره 2 112، آب آشامیدنی شماره 3 221. حالا آب تصفیه، آب تصفیه 12، آب تصفیه 12. به مدد 1 ایسی متر ساده تونستیم بفهمیم آب شهری چقدر سختی داره، آب جوشیده سرد شده و بعد از اون آب جوشیده سرد شده استراحت کرده به ترتیب بهترن و بعد از اون آبهای معدنی یا آشامیدنی مختلف با ایسی های مختلف در بازار ارائه میشن و بهترین و شماره 1 دقیقا در منزل و به سادگی در تصفیه های خونگی، تصفیه های چند مرحله‌ای خونگی به دست میاد، همون آب تصفیه که با درجه ایسی 12، یعنی فوق‌العاده. دقت بکنید، اگر دستگاه اسپرسو ساز شما در یک بازه زمانی مساوی از آب شهری استفاده بکنه، قریب به 20 برابر آب تصفیه آسیب دیده و رسوب جذب کرده. پس دقت کنید، در صورت امکان فقط و فقط از آب تصفیه چند مرحله‌ای استفاده کنید و در غیر این صورت از آب‌های آشامیدنی با ایسی مشخص در بازار که حتما استاندارد باشن استفاده کنید و در غیر این صورت و در حالت نهایی خودش از آب جوشیده سرد شده استراحت کرده استفاده کنید و هیچ آب دیگه‌ای رو داخل اسپرسو سازتون نریزید. این برنامه رو سیو کنید.